سر خط خبرها. شمارش معکوس برای رونمایی از طرح صلح آمریکا میان اسرائیل و فلسطینی ها. نتانیاهو راضی است، محمود عباس تلفن ترامپ را جواب نداد. جهنم ضربش زد به من، چیزی نمونده ازم، بذار چی که دلم میخواد بگم. بازداشت امیر تتلو، خواننده ایرانی در استانبول ترکیه. پلیس ایران گفته بازداشت او با درخواست قوه قضایی انجام شده. افزایش شمار قربانیان ویروس جدید کرونا در چین. نگرانی از احتمال ورود ویروس به ایران و افغانستان هم رو به افزایش است. انتخابات الکترونیکی کنیم بابا. افغانستان هم این کاری کرد. و واکنش ها به خنده حسن روحانی هنگام مقایسه انتخابات ایران و افغانستان. مشاور فرهنگی اشرف غنی میگوید به ما طعنه نزنید. سلام، خوش آمدید به این بخش خبر از تلویزیون فارسی بی بی سی. رئیس جمهوری آمریکا تا چند ساعت دیگر جزئیات طرحش برای صلح بین اسرائیل و فلسطینیان را اعلام می‌کند. طرحی که دولت آمریکا معامله قرن نامیده. در ساعات گذشته نخست وزیر اسرائیل که به واشنگتن سفر کرده، بارها با دونالد ترامپ دیده شده و به نظر می‌رسد که از این طرح راضی است. در مقابل محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، جواب تماس تلفنی رئیس جمهوری آمریکا را هم نداده. شبنم شعبانی گزارش می‌دهد. نگاه‌ها شاید امروز بیش از هر جای دیگر به این نقطه از جهان دوخته شده باشد. کرانه باختری رود اردن. نقطه‌ای در جهان که چند دهه است محل اصلی منازعه میان اسرائیل و فلسطینیان است. حالا ماهاست که رئیس جمهوری آمریکا متحد اصلی یکی از طرف‌های منازعه می‌گوید طرحی برای پایان این مناقشه دارد. بعد از ماها تعویق در رونمایی از این طرح که به معامله قرن معروف شده، رئیس جمهوری آمریکا خبر داده که خیلی زود جزئیات آن منتشر خواهد شد. فردا ساعت 12 که برنامه رو اعلام کردیم خودتون می‌بینید. با اینکه جزئیات طرح مورد نظر دونالد ترامپ هنوز روشن نیست، اما دور از انتظار نیست که شامل پیشنهادهایی برای تغییر جغرافیای سیاسی در مرزهای فلسطینی و اسرائیلی باشد. جدا از هر نکته دیگر ممکن و حد زدنی در طرح آقای ترامپ، او بارها به روشنی از ادامه حضور شهرک‌های یهودی نشین در مناطق اشغالی کرانه باختری دفاع کرده. مناطقی که رسماً از آن فلسطینی هاست و منازعه برای پس گرفتنش خونبار بوده. در مقابل معلوم نیست آقای ترامپ به راه حل معروف به دو کشور برای به رسمیت شناختن کشور مستقل فلسطینی در کنار اسرائیل پایبند باشد. هرچند که به نظر می رسد نوعی از کشورداری را برای فلسطینیان به رسمیت شناخته باشد. هرچه هست به نظر می رسد محتوای این پیشنهاد نخست وزیر اسرائیل را ناراضی نکرده باشد. اما گزارش شده محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، حتی پاسخ تلفن پریشب به آقای ترامپ را هم نداده. شاید مشابه با شرایطی که زمان انتقال سفارت آمریکا به بیت المقدس رخ داد. چشم‌ها بر کرانه باختری دوخته شده تا معلوم شود اعلام جزئیات معامله قرن در واشنگتن چه تأثیری بر سرنوشت طولانی ترین مناقشه یک قرن گذشته خواهد گذاشت. شبنم شعبانی، بی بی سی. خبرنگار ما خشایار جنیدی از واشنگتن با ماست. خشایار، زیاد جزئیاتی بیرون نیومده، ولی از چیزهایی که منتشر شده چی میتونیم بگیم درباره این طرح؟ جزئیات طرح رو که آقای ترامپ اسمش رو معامله بزرگ قرن گذاشته، روز گذشته در دیدارهایی که خصوصی آقای ترامپ داشت با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و همینطور بنی گانتس رهبر مخالفان در کاخ سفید به اونها در میان گذاشته، اونها در جریان هستند. خیلی مقدار کوچیکی از اون به بیرون درس پیدا کرده. در گزارش شبنم هم دیدیم قرار هست آقای ترامپ حدودا 3 ساعت دیگر اعلام بکنه جزئیات این طرح رو، در حالی که بنیامین نتانیاهو در کنار او خواهد بود. اون چیزی که میدونیم یک حاکمیتی به هر حال برای فلسطینی ها در نظر گرفته شده، ولی بسیار محدود اونطوری که میگند. و از سوی دیگر گفته میشه که حق بازگشت برای آوارگان فلسطینی در نظر گرفته نشده. اینها از مواردی است که فلسطینی ها همواره برش
تأکید داشتند. از سوی دیگر گفته میشه که آن بخش از شهرکسازی های اسرائیلی ها در سرزمین هایی که بعد از جنگ 1968 در اختیار اسرائیل قرار گرفتند و جامعه بین المللی اونها رو اراضی اشغالی میدونه، قرار هست آمریکا این شهرکسازی ها رو به رسمیت بشناسه. یک موضوع بسیار پیچیده هست. البته در خود اسرائیل هم همه این شهرکسازی ها رو به صورت قانونی به رسمیت نمیشناسن. اونهایی که در اراضی که در اختیارشون هست ساخته شده رو اسرائیلی ها قانونی میدونند، ولی بعضی از این شهرک های اسرائیلی نشین شهرک هایی هستن که در داخل مرزهایی که اسرائیل برای خودش تعریف کرده در اراضی که متعلق به مالک خصوصی احیانا فلسطینی بوده برپا شده و اینها در قوانین اسرائیل غیر قانونی هستند. حالا باید دید که آقای ترامپ و طرحی که آقای ترامپ ارائه میده چه زبانی چه لحنی در این باره به کار خواهد برد و این چه مقدار شامل همه شهرک ها خواهد شد یا نه. اما اون چیزی که مشخص است، طرح بسیار به نفع اسرائیلی ها خواهد بود و فلسطینی ها هم از الان نشون دادن که ناراضی و ناخرسند هستند. آره، همونطور که خودت گفتی هنوز طرح اعلام نشده، فلسطینی ها ردش کردن، در حالی که آقای ترامپ گفته که امیدواره که موفق بشه این طرح. چقدر واقعا بقیه جامعه جهانی همچین امیدی دارن؟ جامعه جهانی چندان خوشبین نیست. سالهاست مذاکره برای یک طرح صلح بین اسرائیلی ها و فلسطینی ها در جریان هست، حداقل از سال 93 قرارداد اسلو، اما همیشه با پیچیدگی هایی همراه بوده. این بار اصلا طرف فلسطینی سر میز نیست. اگه قرار هست صلحی باشه، جامعه جهانی میگه که خب از طرف دوم دعوا چه خبر. البته آقای ترامپ امیدوار هست با ارائه مشوق های اقتصادی سعی کنه یک مقدار این معامله رو برای فلسطینی‌ها به اصطلاح شیرین کنه و محمود عباس رو به پای میز مذاکره بکشونه. خودش هم گفته اسرائیل فلسطینی‌ها در نهایت به این طرح خواهند پیوست، این امیدواری رو داره. اما فلسطینی‌ها، نخست وزیر تشکیلات خودگردان در جلسه‌ای که بوده گفته که آقای ترامپ در حقیقت این رو به خاطر شرایط سیاسی کنونی داره ارائه میده، به خاطر اینکه بنیامین نتانیاهو در داخل اسرائیل مشکلات سیاسی داره، مشکلات قضایی داره. از سوی دیگر خود آقای ترامپ در آمریکا درگیر یک استیضاح هست و از سوی دیگر در پایان سال هم انتخابات ریاست جمهوری آمریکا رو داریم. بعید در حقیقت به گفته فلسطینی ها و بعضی از ناظران در حقیقت با این هدف این طرح داره الان ارائه میشه که برد سیاسی داشته باشه هم برای آقای نتانیاهو و هم آقای ترامپ. ممنونم از خشایر جنیدی از واشنگتن. گروهی از نمایندگان مجلس ایران از جواد ظریف وزیر خارجه به قوه قضاییه شکایت کردند. محمد رضا پور ابراهیمی نماینده کرمان و از منتقدان دولت حسن روحانی گفته که این شکایت از طرف 23 نفر از اعضای مجلس مطرح شده. او گفته که این اولین گام برای استیضاح آقای ظریف است. این نمایندگان در بیانیه‌شان از طرفهای جواد ظریف در مصاحبه با هفته‌نامه آلمانی اشپیگل انتقاد کردند. وزیر خارجه ایران در این مصاحبه گفته بود که حتی بعد از اینکه آمریکا قاسم سلیمانی فرمانده سابق سپاه قدس را کشت، باز هم اگر آمریکا تحریم‌های ایران را بردارد، ایران آماده مذاکره است. میترا حجازی پور، شطرنج باز ایرانی، درباره علت برداشتن حجاب و محرومیتش از تیم ملی ایران گفته که تصمیم گرفته تا دیگر به گفته خودش در بازی ما عاشق حجاب هستیم شرکت نکند. او در اینستاگرامش نوشته که حجاب اجباری نماد بارز مسلکی است که در آن زن جنس دوم محسوب می شود. میترا حجازی پور که قهرمان شطرنج آسیا است، 4 سال پیش عنوان استاد بزرگ زنان را به دست آورد و از رده خردسالان تا بزرگسالان افتخارات بین المللی متعددی داشته. او ماه گذشته در مسابقات روسیه بدون حجاب حاضر شد و بعد از آن فدراسیون شطرنج ایران اعلام کرد که او دیگر در تیم ملی ایران جایی ندارد. امیر تتلو، خواننده ایرانی، در استانبول ترکیه بازداشت شده. امیر حسین مقصودلو برای تمدید اقامتش به اداره مهاجرت استانبول رفته بود. او در صفحه اینستاگرامش عکسی از دستبندی که به دستش زده شده منتشر کرده. پلیس ایران گفته که بازداشت این خواننده با درخواست قوه قضاییه ایران انجام شده. سخنگوی پلیس ایران آقای تتلو را متهم کرده که مردم و به خصوص جوانان را به استفاده از مواد مخدر به ویژه روانگردان‌ها ترغیب کرده و به همین دلیل پلیس از طریق
سازمان اینترپل برای او اعلان قرمز صادر کرده بود. امیر تتلو در سالهای گذشته بابت ترانه‌هایش و همینطور بعد از دیدار با ابراهیم رئیسی در جریان انتخابات ریاست جمهوری دو سال پیش خبرساز شد. برای صحبت بیشتر در این باره بهزاد بلور همکارم اینجا با ماست. بهزاد، خیلی خبر غیرمنتظره‌ای بود. ما صبح با خبر شدیم و برای منم خیلی عجیب بود. ولی داستان برمیگرده به چند ماه پیش، من فکر می‌کنم زمانی که بعد از اقامتش در گرجستان تصمیم گرفت بره به ترکیه و با گروه تولید کنندگان موسیقی رفتن ترکیه، در حدود شهریور ماه بود. و قبل از اینکه کنسرت لندن رو بخواد برگزار کنه، کنسرت لندنش قرار بود که دو هفته دیگه برگزار بشه و ویزاش هم درست شد، ولی این کنسرت به 3 فروردین موکول شد، ببخشید 3 اسفند موکول شده بود. سر این در این چند ماهی که این وسط بوده، دو ماه گذشته قرار بود ویزاش صادر بشه، ویزای اقامتش برای ترکیه، و این صادر نشده بوده، در حالی که برای دیگر همراهان شده بود. و اصولا امیر قصد نداشته که ترکیه بمونه، براش مهم نبوده، فهم کرده که اینجا میاد بعد میره کشوری دیگه، از ترکیه هم میاد بیرون، تا اینکه دیروز یه دفعه تصمیم میگیره که بره و این ویزاشو تمدید کنه، شاید که باز لندن برگرده به ترکیه، و سر این بوده که میره و بازداشتش میکنن، که برای همه خیلی عجیب بوده. به نظر میاد به این خاطر بود، همونجوری که شما هم گفتین، که دولت ایران ادعا کرده که او تشویق میکنه استفاده از مواد مخدر رو بین جوانان، که در آهنگاش و ویدیوهاش این میتونه دیده بشه. خودت هم با امیر تتلو مصاحبه داشتی، به هر حال کسی بوده که خواننده جنجالی بوده، فقط داستان ساز. اصلا تتلو یکی از کسانی که به طرز عجیبی تونست خودش رو دائما مطرح نگه داره در جامعه، یعنی همش با هر دو روز یه بار یک داستانی رو میساخت، حالا به شکل‌های مختلفی، و همیشه در معرض عموم بود. سایت اینستاگرامش بارها بسته شد، به فیسبوک رفت، ولی اینا بعد در نظر بگیریم که از فعال‌ترین هنرمندانیه که ما واقعا الان میتونیم بگیم میشناسیم. در همین 4 ماه گذشته 3 آلبوم و نیم رو تموم کرد، آلبوم جهنمش رو در گرجستان و بعد برزخ، و حالا هم آلبوم 78ش رو داشت تموم میکرد که اتفاق افتاد. همین هفته پیش هم یک موزیک ویدیو اومد بیرون که اتفاقا موزیک ویدیوی جهنم هست. تتلو اعتقاد داره که الان دوران جهنم زندگیشو میگذرونه، سر این به این افسار گسیختگی میشه گفت، به این آزادی از خیلی چیزا صحبت میکنه، چون فکر میکنه الان توی جهنم زندگی و قراره که بعداً به بهشت زندگیش رو معرفی کنه. و در این دوران بود که بسیار داستان ساز شد، و شاید در همین دوران بود که تونستن این بهانه رو پیدا کنن که همچین کارت قرمزی رو نشون بدن. البته سازمان حقوق بشر الان دارن فعالیت میکنن و شک دارن که پشت چنین دستگیری نیت دیگری هست، که تتلو به ایران برگرده و درس عبرتیش کنن برای دیگران. ممنونم ازت بهزاد بلور همکارم اینجا با ما. شمار قربانیان اپیدمی جدیدی که در چین آغاز شده از 100 نفر گذشته، و تعداد موارد تایید شده ابتلا به این بیماری هم به بیش از 4500 نفر رسیده. موارد جدیدی از ابتلا به ویروس جدید کرونا در کشورهای مختلف از جمله آلمان و ژاپن هم گزارش شده. نگرانی هایی هم در ایران و افغانستان پدید آمده. آرش مومنیان گزارش می‌دهد. پروژه ساخت بیمارستانی جدید در 2 هفته، اعزام 500,000 پزشک و قرنطینه کردن یک استان 60 میلیون نفری، اما همه اینها نتوانسته اپیدمی جدیدی را که از چین آغاز شده هنوز مهار کند. کرونا ویروس جدیدی که عامل این اپیدمی است، دیشب 100مین بیمار را به کام مرگ کشاند. متخصصان چینی میگویند این ویروس با عطسه و سرفه سرایت میکند و در دوره نهفتگی هم که علائمی ندارد مصری است. این ویروس دستگاه تنفسی را دچار مشکل می کند و حالا به بیش از 16 کشور دیگر هم رسیده. دولت چین از شهروندانش خواسته سفرهای بین المللی خود را عقب بیاندازند. در بسیاری از فرودگاه های جهان، از جمله فرودگاه بین المللی تهران، مسافرانی که از چین می آیند دمای بدنشان چک می شود. آمریکا پروازهای ویژه‌ای برای خارج کردن دیپلمات‌هایش از چین تدارک دیده. ژاپن، کره جنوبی، فرانسه و آلمان هم مشغول خارج کردن اتباع خود از چین هستند. دولت افغانستان اما گفته شده برای جلوگیری از گسترش این بیماری به این کشور، از چین خواسته مانع خروج اتباع افغان از چین شود.
در ایران سعید نمکی وزیر بهداشت از دو مورد مشکوک صحبت کرده، اما گفته هنوز موردی قطعی از ابتلا به این بیماری کشف نشده. دیروز خبر دادن که یک گردشگر چینی در یزد دچار تب شده که گفتیم تحت الحفظ بستری بشه. یه آلمانی هم که با اون خوشوبش کرده بود به دلیل سرماخوردگی تحت الحفظ نگه داشتیم و لحظه به لحظه چک می‌کردیم. البته نگرانی وجود نداره. این دو مورد مطلقاً کرونا ویروس نبودن. آقای نمکی گفته این دو نفر 12 روز پیش وارد ایران شدند و با توجه به اینکه به گفته او دوره نهفتگی کرونا ویروس جدید 5 روز است، احتمال ابتلای این گردشگران به ویروس جدید تقریبا منتفی است. او اما اضافه کرده که تضمینی برای مسئولیت ایران از شیوع این ویروس وجود ندارد. هنوز بیشتر درگذشتگان و افرادی که به این ویروس مبتلا شدند به نوعی با نقطه صفر این اپیدمی در ووهان، مرکز استان هوبه چین در تماس بودند. با این حال دیروز اولین مرگ بیرون از استان هوبه ثبت شد. مردی 50 ساله در پکن. با گسترش این ویروس و هزاران سفر کاری و تفریحی بین ایران و چین، ورود این تحفه نامیمون به ایران ممکن است غیر قابل اجتناب به نظر برسد، اما کنترل و کاهش تلفات آن شاید شدنی باشد. آرش مومنیان، بی بی سی. نگاهی بکنیم به سرخط خبرهای ما امروز. دونالد ترامپ تا ساعتی دیگر جزئیات طرح صلح بین اسرائیل و فلسطینیان را اعلام می‌کند. اسرائیل از این طرح که به معامله قرن معروف شده راضی به نظر می‌رسد، اما گفته شده که محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی پاسخ تماس تلفنی رئیس جمهوری آمریکا را نداده. شمار قربانیان ویروس جدید کرونا در چین به بیش از 100 نفر رسیده. تا کنون 4500 نفر به این ویروس مبتلا شدند. در ادامه برنامه، موافقت با فعالیت محدود شرکت چینی هواوی در بریتانیا. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران باز هم خواستار الکترونیکی شدن رأی‌گیری در ایران شده. دولت او از جمله در جریان انتخابات رئیس جمهوری گذشته هم خواسته بود که رأی‌گیری الکترونیکی برگزار شود، ولی شورای نگهبان با آن موافقت نکرد. آقای روحانی در بخشی از صحبت‌هایش گفت که حتی افغانستان هم انتخابات را الکترونیکی برگزار می‌کند. این حرف او واکنش منتقدانش را در ایران و همینطور واکنش برخی را در افغانستان برانگیخته. کسانی که صحبت‌های آقای روحانی را تمسخر افغانستان تلقی کردند. چون با آقای وزیر کشور در هر دوره تأکید کردیم، ایشون هم رفت نشد به هر حال که آقا این انتخابات الکترونیکی کنیم بابا. افغانستان هم این کاری کرد. خب بیایم این کار بکنیم. یک چیزی نیست که آخه این چیه؟ دو مرتبه رو ورقه می‌نویسیم، دو مرتبه می‌ندازیم صندوق، دو مرتبه یکی می‌خونه، یکی علامت می‌زنه. اون معلوم نیست اون چی می‌خونه، این کجا رو می‌زنه، علامت می‌زنه. بعد همه که علامت زدیم، یا حسین رو تجمیع. حالا بیا دیگه آخرش که می‌خوان تجمیع بکنن چیه بساطی پیش میاد. اونجا باید مراقب باشیم و مواظب باشیم. ما تو خیلی از انتخابات تو تجمیع مشکل پیدا کرد. حسن روحانی بود رئیس جمهوری ایران. در تاجیکستان داستان کل میگوید که بیش از 110 نفر به اتهام عضویت و همکاری با سازمان اخوان المسلمین بازداشت شدند. به گفته این منبع در میان بازداشت شدگان یک مقام محلی و عده‌ای از استادان دانشگاه‌ها و دانشجویان هم هستند. اخوان المسلمین در تاجیکستان یک سازمان تروریستی و افراطگرا شناخته می‌شود و همکاری با آن جرم سنگینی دارد. هزاران نفر در چند ولایت افغانستان به بازداشت یک فعال حقوق پشتون‌ها در پاکستان اعتراض کردند. آنها خواهان رهایی منظور پشتین هستند. نیروهای امنیتی پاکستان یک شنبه شب آقای پشتین و عده‌ای از همکارانش را به اتهام قبول نداشتن قانون اساسی بازداشت کردند. امروز هم گفته شده که علی وزیر و محسن داور، دو عضو ارشد جنبش حفاظت از پشتون‌ها در پاکستان، بازداشت شدند. علی حسینی از کابل گزارش می‌دهد. داستان منظور پشتین حدود 3 سال پیش از اینجا شروع شد. میدان اعتراض‌ها و گم شدن و کشته شدن شماری از پشتون‌ها در پاکستان. گزارش سازمان‌های حقوق بشری می‌گوید هزاران نفر به ویژه در منطقه قبایلی تحت اداره فدرال پاکستان فاتا و بلوچستان در سال‌های گذشته گم شدند.
کشته شدن این جوان پشتون نقیب الله مسید دامنه این اعتراض ها را بیشتر ساخت و نام منظور پشتین هم بر سر زبان ها افتاد و او را به چهره ای کاریزما تبدیل کرد، نماد عدالت خواهی برای پشتون ها. پشتون های پاکستان خواستار پایان دادن به قصد های غیر قانونی و آدم ربایی هایی هستند که حکومت پاکستان را مسئول آن می دانند، ادعایی که حکومت رد کرده. آقای پشتین که رهبر جنبش تحفظ پشتون است، دو شب پیش در شهر پشاور پاکستان توسط نیروهای امنیتی این کشور بازداشت شد. شکایت رسمی علیه آقای پشتین این است که او قانون اساسی پاکستان را رد کرده و گفتار توهین آمیز نسبت به دولت داشته، ادعایی که هواداران آقای پشتین آن را رد می کنند. از جمله در اینجا کابل افغانستان. علاوه بر پایتخت در چند ولایت دیگر از جمله ننگرهار، قندهار، پکتیکا، کنر و هلمند هم تظاهرات مشابهی برگزار شده. دومین گردهمایی در کابل امروز در حمایت از منظور پشتین و با درخواست رهایی او از طرف دولت پاکستان، نشانگر حمایت‌های مبتنی بر قومیت فراتر از مرزبندی‌های سیاسی و جغرافیایی. اینها میگن که دولت پاکستان رفتار مناسبی با پشتون‌های این کشور ندارد. همین چند دقیقه پیش آهنگ و ترانه‌ای در اینجا پخش می‌شد که میگفت بگذارید پشتون‌ها زندگی کنند. هر چیزی باید که رهایی پیدا بکنند و اگر رهایی پیدا نکنه و را پاکستان، حکومت پاکستان رهایی نکنه، ما همی عدالت خواهی خود یا مثلا همی مظاهرات خود از این بیشتر و قویتر و مستجمتر ادامه میتیم. در اعتراض به بازداشت آقای پشتین، دولت آقای غنی هم بلافاصله واکنش نشان داد. رئیس جمهوری افغانستان تا کنون دست کم دو بار به مسائل مربوط به پشتون‌ها واکنش نشان داده. در تازه ترین مورد آقای غنی گفته که از دستگیری منظور پشتین و همکارانش آشفته شده. او نوشته که امیدوار است پشتین و همکارانش به زودی آزاد شوند. آقای غنی گفته حکومت‌ها نباید از زور و خشونت علیه حرکت‌های مدنی عدالت‌خواه کار گیرند. وزارت خارجه پاکستان واکنش آقای غنی را دخالت آشکار در امور داخلی پاکستان و ناموجه دانست. اسلام آباد گفته چنین ابراز نظری برای بهبود روابط خوب همسایگی بین دو کشور مفید نیست. علی حسینی، بی بی سی، کابل. اینجا در بریتانیا دولت به شرکت مخابراتی چینی هواوی اجازه داده تا در توسعه شبکه نسل پنجم موبایل این کشور نقش داشته باشد. البته فعالیت این شرکت محدود خواهد بود و شامل دسترسی به سایت‌های نظامی و زیرساخت‌های حساس نخواهد شد. آمریکا به شدت با حضور هواوی در این پروژه مخالف است. در داخل بریتانیا هم عده‌ای حضور شرکت هواوی در ایجاد این زیرساخت را برای امنیت ملی خطرناک می‌دانند. محمد امینی گزارش می‌دهد. جلسه سرنوشت ساز پشت درهای بسته امارت نخست وزیری در دانینگ استریت لندن. شرکت چینی هواوی بزرگترین سازنده تجهیزات شبکه‌های موبایل در جهان است. این شرکت طی سال‌های اخیر جای پای نسبتاً محکمی در اروپا باز کرده و بازیگر اصلی ایجاد شبکه نسل پنجم موبایل در این قاره است. ولی عده‌ای نگران بودند که یک شرکت چینی با ماهیت سیاسی بسته و نچندان دموکراتیکی که حکومت چین دارد، عملاً می‌تواند زمینه نفوذ و جاسوسی را برای چینی‌ها در غرب فراهم کند. نگرانی های موجهی درباره مسائل امنیتی وجود دارد به خاطر نزدیکی زیاد این شرکت با حکومت چین، اما باید گفت که شرکت هواوی 15 ساله که در بریتانیا حضور داره و اقدامات مناسبی برای ایجاد برخی تدابیر امنیتی برای حفظ اسرار کشور انجام شده. دولت بریتانیا امروز تصمیم گرفت تا سهم شرکت هواوی در ایجاد پروژه موبایل نسل پنجم نقشه محدودی باشد. در نقاط نظامی و زیرساخت‌های حساس هم اصلاً به این شرکت اجازه حضور داده نخواهد شد. کارشناسان میگویند به خاطر سهم بالایی که این شرکت در ایجاد شبکه موبایل نسل چهارم در بریتانیا داشته، بیرون انداختن این شرکت از پروژه نسل پنجم عملاً غیر ممکن است و میتواند ایجاد این پروژه بدون حضور هواوی را 18 ماه به عقب بیاندازد و هزینه‌های اقتصادی بسیاری هم ایجاد کند.
5G technology or whatever, but does not. بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا که سکان خروج از اتحادیه اروپا را با نتیجه خوب انتخابات اخیر حالا محکمتر از همیشه در دست گرفته میگوید نگرانی ها را درک میکند. مشکل اینجاست که چشم داشت بریتانیا برای عقد قراردادهای تجاری ویژه با چین و آمریکا حالا با مخالفت آمریکایی ها با حضور شرکت هواوی در این پروژه در بریتانیا وضع پیچیده ای ایجاد کرده. آمریکایی ها به نزدیکترین متحد خود در جهان به صراحت گفتند که نگران جاسوسی هواوی هستند. محمد امینی، بی بی سی. 24 سال پیش جمهوری دموکراتیک کنگو که آن زمان زائیر نام داشت در جنگ داخلی به سر می برد. درگیری ها به جنگل ایتوری در شمال شرق کشور رسیده بود که مجموعه متنوعی از گیاهان و جانوران و معادن الماس دارد. کورنی ایوانگو فعال محیط زیست متعهدی است که آن روزها در جنگل پنهان شده بود تا به دور از چشم نیروهای مسلح از گونه های جانوری و گیاهی محافظت کند. گفتگوی او را با برنامه شاهد تاریخ بی بی سی ببین. در شمال شرق جمهوری دموکراتیک کنگو بزرگ شدم. در مورد تکامل و گونه های مختلف مطالعه کردم. فهمیدم که هر موجودی توی این دنیا برای خودش یه اسمی داره. این شگفتی و تغییر بزرگی در زندگیم به وجود آورد. تو جنگل ایتوری کار پیدا کردم. این جنگل یه جنگل خاصه. یه پناهگاه جنگلیه. یکی از قدیمی ترین زیستگاه های جهانه. این منطقه تنوع زیستی زیادی داره. زمان جنگ داخلی شورشی ها بین ارتشی ها و اونهایی که برای دولت یا محیط زیست و غیره کار میکردن تفاوتی قائل نبودن. به ما هم مثل سربازهای ارتش نگاه میکردن. ما سربازهایی بودیم که از حیوانات و گیاهان محافظت میکردیم. وقتی شرایط ناامن شد، تمام همکارام تصمیم گرفتن که منطقه را ترک کنن. من رئیس مرکز تحقیقات بودم. فکر کردم خوب نیست این همه اطلاعاتی رو که سالها جمع‌آوری کردیم، اونجا رها کنیم. پس تصمیم گرفتم که اونجا بمونم. خیلی برام خطرناک بود. چون اونها میخواستن فیلها رو بکشن و معادن رو استخراج کنن. مثل معادن الماس و طلا. دو سال در این شرایط زندگی کردیم. اوایل 1998 شورشی ها اونجا رو ترک کردند. خیلی خوشحال شدم چون تأثیر بدی روی زیستگاه حیوانات و حیات وحش و زندگی مردم داشتن. جنگل ایتوری همه زندگیمه. من زندگیم رو به ایتوری و خانوادم مدیونم. ممنون که با بی بی سی فارسی همراه هستیم.